ده سال پس از انقلاب شرکت اپل در تولید و عرضه آیفون و 6 سال پس از مرگ استیو جابز، امروز 12 سپتامبر این ابر کمپانی از تلفن‌های جدید رو نمایی خواهد کرد که از اون به عنوان انقلابی جدید در زمینه تلفن همراه یاد میشه. آیفون 8، آیفون 8 پلاس و آیفون X 3 تلفن هوشمندی هستند که اپل اونها رو به بازار معرفی میکنه. چنانکه گفته میشه آیفون های جدید با نمونه های پیشین تفاوت های مهمی در طراحی صفحه و نرم افزارها و امکانات دیگر از جمله کیفیت دوربین دارند. اما شاید یکی از مهمترین تفاوت ها تکنولوژی تشخیص چهره و صفحه نمایشگر اون باشه که هیچ حاشیه‌ای نداره. آیفون که در سری پیشین یعنی مدل های 7 گوشی‌هایی با ظرفیت 256 گیگابایت ارائه کرده بود، احتمالاً این ظرفیت رو در سری جدید تا 2 برابر افزایش خواهد داد. ده سال پیش استیو جابز، مغز متفکر شرکت اپل، از گوشی‌های آیفون رو نمایی کرد. تولید و ارائه اپل به بازار موجب کسادی بازار دیگر کمپانی‌ها شد که تا اون زمان در تولید گوشی‌های موبایل فعال بودند. در این میان سامسونگ سعی کرد از رقیب عقب نمونه و با تولید گوشی‌های هوشمند تونست بخشی از بازار رو در دست بگیره، تلاشی که تا امروز ادامه داشته و بازار گوشی‌های موبایل به شکل قابل توجهی در اختیار این دو رقیب آمریکایی و کره‌ای است. گوشی‌های هوشمند حالا فقط یک تلفن برای ارتباط برقرار کردن نیستند، بلکه مجموعی از توانایی‌های این گوشی‌ها موجب شده زندگی بدون اونها سخت بشه. بر اساس آمار، در حال حاضر بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از گوشی‌های تلفن هوشمند استفاده می‌کنند و این یعنی نزدیک به 1/4 جمعیت جهان. امروز تلفن‌های هوشمند نقش مهمی در رویدادهای هنری، اجتماعی و سیاسی داشته و در رشد پدیده شهروند خبرنگاری بسیار مؤثر بودند. تا جایی که حالا هم جشنواره‌های فیلم مخصوص این نقوشی‌ها برگزار میشه و معنای ارتباط اجتماعی تغییر یافته و در عالم سیاست قرن 21 هم نقش پررنگی در روشنگری و آگاهی ایفا کردند.